فرانسه پس از کنترل ویژه 18 عبادتگاه در طی چندین هفته بر اساس قانونی موسوم به ضد جدایی طلبی که اخیراً تصویب شده از تعطیلی 9 مسجد در این کشور خبر داد. به گزارش شیورز به نقل از اسپوتنیک عربی، جلال درامانین وزیر کشور فرانسه در توییتی اظهار داشت: بنابر درخواست رئیس جمهور و نخست وزیر، اقداماتی دوراندیشانه را بر ضد جدایی طلبی اسلامی اجرا می کنیم. در این راستا از 18 مسجدی که به درخواست من تحت کنترل ویژه قرار گرفتند، 9 مسجد بسته شد. پیش از این دولت فرانسه از تحت مراقبت قرار گرفتن 76 مسجد خبر داد و اعلام کرد که مساجدی که اعلام می گردد باید بسته شوند. جلال درامانین پیش از این در اقدامی که آن را بی سابقه توصیف کرد در صفحه شخصیش در توییتر نوشت: بر اساس دستوراتم نهادهای دولتی اقدامات بزرگ و بی سابقه ای علیه جدایی طلبی مسلمانان به راه خواهند انداخت و مساجدی که تعیین می شوند باید تعطیل گردند. پیش از این امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه از شخصیت‌های مسلمان فرانسه خواسته بود بر ضرورت اینکه اسلام یک دین است و نه یک جنبش سیاسی تأکید کنند.